به نام خدا. درس 14 از کتاب تمرین آموزش ترکی استانبولی از سری آموزش های کتاب هیتیت 1. درس 14 و ضمایر ملکی. در کتاب درسی در قسمت 3 جلسه قبل با نحوه اینکه چجوری این ضمیرها رو بسازیم و در کجاها استفاده کنیم و در جمله چون پسوندهایی میخوره طبق جدول و اون فرمول یاد گرفتیم. قسمت‌های مربوط به ساختن ضمیرهای ملکی رو با هم یه بار دیگه مرور میکنیم. مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها، اینها چیزاییه که در ترکیه استانبولی شما برای اینکه اون مالکیت رو نسبت بدید باید ازش استفاده کنید. برای اینکه بخوایم مالکیت رو در ترکیه استانبولی بیان کنیم باید ضمیر تبدیل به ضمیر ملکی بشه، یعنی بن وقتی در جای مالکیت باید قرار بگیره بهش ایم اضافه میشه، میشه بنیم. سن مثلا میشه سنین، او اونون، سیز سیزین، بیز بیزیم، اونلار اونلارن. اینجوری باید تبدیل کنیم تا بتونیم استفاده کنیم. و برای اینکه یه جمله ای رو بخوایم بنویسیم باید ضمیرهای ملکی که الان نوشتیم و یاد گرفتیم رو به علاوه اس به علاوه پسوندهای ملکی کنیم. یعنی شما به عنوان اسم اِو رو در نظر بگیرید، خانه میشه خانه من، بنیم اِویم. تو تصویر میبینید کل کلمات رو ببینید، سنین اِوین، اونون اِوی، بیزیم اِویمیز، سیزین اِوینیز، اونلارن اِولری. قسمت اول گروپ لیالیم، گروه بندی کنیم. در کادر بالا یک سری از اعضای فامیل و خانواده رو نوشته و در قسمت پایین قسمت سمت چپ مربوط به پدر و قسمت سمت راست مربوط به مادر. ازتون خواسته که اون نسبت‌های فامیلی رو شما مربوط به مادر در این قسمت و مربوط به پدر سمت چپ بنویسید. بعضی از نسبت‌های فامیلی در ترکیه استانبولی تکراری هستند، مثل شوهر خاله و شوهر عمه یا زندایی زنمو. اینا چیزایی هستند که تکراری هستند. مثلا ینگ در ترکیه استانبولی خیلی جاها به عنوان زنداداش استفاده میشه. در کتاب درسی هم ما زنداداش نوشته بودیم در معنی، ولی میخوام بهتون بگم که اینو هم به عنوان زنداداش استفاده میکنن و هم به عنوان زنمو و زندایی، ولی درسته اون زندایی و زنموه. کلمه انیشته هم میشه شوهر خاله و شوهر عمه، یعنی دامادهای اون خانواده میشه، دامادهای پدر بزرگ اون خانواده. کلمه بعدی که خیلی هم پرکار برده کوزنه یا کوزن. کوزن خیلی کلمه کاربردی هست در اعضای خانواده. یعنی شما فکر کنید که عموزاده ها و عمزاده ها، داییزاده ها و خالزاده ها همه شون میشن کوزن. یعنی فکر کنید دخترای عمه، پسرای عمه، دخترها و پسرهای دایی همه شون میشن کوزن. و این کلمه خیلی جالبیه در ترکیه استانبولی، ضمن این که این کلمه رو خیلی جاهای دیگه استفاده میکنن. یعنی شاید پسر عموی پدرش رو هم برای شما کوزن مثال بزنه و خیلی از فامیلاشونه که نمیتونن نسبتشو به یاد هم بیارن میگن کوزن. شاید حتی دوتا دوست هم به هم دیگه از این اصطلاح استفاده کنن و دوستشو کوزن خطاب کنه، در صورتی که اصلا فامیل هم نباشن. کلمه خیلی پرکاربردیه. این قسمت رو کامل میکنیم.
قسمت دوم، تمام لیالم، کامل کنیم. در این قسمت ضمیرهای ملکی و اسمها رو باید نسبت به ضمیر ملکی استفاده شده در قسمت اول هر سطر کامل کنید. اینجا 30 تا جمله رو نوشته و در سمت چپ ضمیر ملکی ناقص و در سمت راست اسم رو ناقص نوشته. ما هر دوتای این رو باید کامل کنیم. طبق مثال بیر، بن، جای خالی، اودا، جای خالی. من، اتاق. چون منظورش اینه که اتاق من، یعنی اتاق مال من، میشه بنیم ادام. چیزی که تو جدول داشتیم روبروی سطر بنیم، اینجا فقط م رو استفاده کرده، ادام. قسمت دوم، بن، جای خالی، کل، جای خالی. من، بازو. اینجا منظورش بازوی منه، بازو مال من، بازوی من. اینجا از پسوند مال من و بازوی من باید استفاده کنیم. پس میشه بنیم کلوم. بنیم کلوم. کل به علاوه اوم. اینجا مال من، بازوی من میشه کلوم. و ادامه رو به همین صورت کامل میکنید. قسمت های مربوط به مال من، مال تو، مال او، مال شما، مال ما و مال آنها. طبق همین مثال ها کامل میکنید. قسمت سوم، تمام لیالیم، کامل کنیم. در اینجا 9 تا سطر آورده که هر شماره مربوط به هم ضمیر ملکی و هم پسوند مکان و هم پسوندهای دیگه میشه که باید کامل بنویسیم. 1. کلاس جای خالی 20 نفر داره یا 20 نفر هست. 2. سنف تا 20 کیشی وار. تا منظورش اینه که در کلاس 20 نفر هست. این پسوند مکان رو قبلا خونده بودیم. بعد در قسمت پایین نوشته بنیم، توی پرانتز نوشته بنیم، یعنی که شما جملتون رو باید با بنیم نسبت به مال من کامل کنید. بس میشه سینی فیم دا ایرمی کیشی وار. در کلاس من سینی فیم، یعنی کلاس من، دا در کلاس من، یرمی کیشه وار. شما در قسمت اول سینیف تا، اینجا شده سینی فیم دا. اینجا خودتون این مثبت ها رو باید یاد بگیرید و در اونجا تا استفاده شده و در اینجا به خاطر می که استفاده شده بود دا شده. سطر بعدی ازتون توی پرانتز خواسته که جمله رو با سیزین کامل کنید. پس میشه سنف نیز دا یرمی کیشه وار. سنف نیز دا، یعنی سنف نیز کلاس شما، دا در کلاس شما. سنف نیز دا یرمی کیشه وار. قسمت دوم، آیشه بگون اِو جای خالی گیدیو. آیشه امروز به خونه میره. آیشه بگون اِو گیدیو. در قسمت بعد ازتون خواسته با سنین جمله رو کامل کنید. آیشه بگون سنین اِوین. بعد چون به خانه باید بنویسیم میشه سنین اوینه گیدیو، یعنی به خانه شما میره. از دو تا پسوند استفاده کردیم، هم این هم ا، هم این هم ا، اوینه به خانه تو. عایشه در سطر بعد با
پسفند اونون مال او میشه آیشه بوگون اونون اوینه گیدیو. اینجا هم این بالا اگر جدول رو یادتون باشه توی قسمت مال آنها هم میتونید از این استفاده کنید، پس میشه اوین مال او اوینه به خانه او گیدیو. قسمت های بعد رو هم همینجوری کامل میکنیم. سوالی بود در قسمت کامنت های ویدیو و یا وبسایت و ایمیل مربوط به zaban@irantr.com بفرستین. موفق باشید.